بینندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. به یک بسته یه تازه یه خبری از دری میدیا خوش آمدید. طالبان در بغلان ادعا می کنند که یکی از افراد برجسته بریالای سنگین از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در بغلان را بازداشت کردند. نزدیکان فرد بازداشت شده اما می گوید که وی دهقان است. همزمان با این دادگاه طالبان در خوست از شلاق زدن یک مرد خبر داده است. در همین حال مقامات طالبان در ننگرهار از کمک نیروهای طالبان به مردم سیلاب زده در این ولایت خبر می دهند. همچنین از تخار خبر می رسد که 3 عضو حزب التحریر بازداشت شدند. در همین حال شماری از موتروانان در کابل از بالا رفتن قیمت تل موتر شکایت می کنند. از سوی هم از پاکستان خبر می رسد که یک متنفذ مردمی هوادار جنبش تحفظ پشتونها کشته شده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. منابع محلی از ولایت بغلان میگویند که طالبان پهلوان نجم‌الدین باشنده روستای چهارباغ والسوالی خوست ولایت بغلان را در بازار دوآبی از مربوطات مرکز والسوالی خوست به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. بر اساس گزارش منابع این رویداد روز گذشته چهارشنبه 31 اسد رخ داده است. منابع میگویند که پهلوان نجم‌الدین در نزدیکی خانه‌اش در چهارباغ ماشین آرد داشت، اما طالبان او را به اتهام همدستی و همکاری با بریالای سنگین فرمانده جبهه مقاومت در خوست ولایت بغلان بازداشت کردند. طالبان به جوانان هشدار می‌دهند که به جبهه‌های نظامی مخالف آنان نزدیک نشوند و با آنان همکاری نکنند. طالبان می‌گویند که هر نوع مخالفت با امارت اسلامی حرام و ناجایز است. وزیر امر به معروف طالبان در سخنان تازه‌ای در قندوز گفته است که دفاع از امارت اسلامی فریضه است. که هر شاعت اولس لاسونی سی چه دا ما سر ظلم کرده نو سبا شکایت دا حق لری چاگی دا ووی چه دا حل که حل نکنو. همزمان با این منابع محلی در تخار میگویند که اداره استخبارات طالبان 3 عضو حزب التحریر که باشندگان اصلی والسوالی کلفکان ولایت تخار هستند را بازداشت کردند. به گفته منابع استخبارات طالبان این افراد را حوالی ساعت 9 شب پنجشنبه اول سنبله از یک خانه مسکونی در حومه شهر طالقان بازداشت کرده و به زندان انتقال داده است. منابع مشخصات این افراد را نعمت الله فرجاد، استاد لیسه ابوالحسن خرقانی، نعیم الله نعمانی، استاد دانشگاه خصوصی پیمان و نورالامین دقیق اغلی، کارمند تذکره الکترونیکی تخار میگویند. طالبان میگویند که تنها روایت اسلامی درست و نظام اسلامی ایدئال امارت اسلامی است و هر نوع فعالیت خلاف آن نادرست می باشد. وزیر تحصیلات عالی طالبان اعلان کرده است که برای دموکرات‌ها، سکولارها، طرفداران دموکراسی و حزب التحریر جایگاهی در دانشگاه‌ها و پوهنتون‌های کشور نخواهد بود. پنامرازی کسوک د حزب تحریر پنامرازی او کسوک د خارجی پنامرازی کسوک د دموکرات پنامرازی مطلق زموږ د افغانستان په پوهنتونو کې د خلک ځای نه لري. همچنین دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه اول سنبله اعلان کردند که یک متهم را در ولایت خوست در پیش چشم مردم 39 شلاق زده است. به گفته یه دادگاه طالبان این فرد به اتهام توهین به مقدسات اسلامی مجازات شده است. طالبان در خبرنامه خود درباره هویت متهم معلومات نداده است.
این در حالی است که روز چهارشنبه هفته جاری نیز طالبان در کابل یک زن را به اتهام برقراری رابطه خارج از ازدواج شلاق زده بود. طالبان میگویند که این شلاق‌ها به شدت کارایی دارد و آمار جرایم را پایین آورده است. مخالفان طالبان اما این کار را مخالف حقوق بشر و کرامت انسانی می دانند و خواهان توقف آن از سوی طالبان می باشند. طالبان اما این گفته ها را تاکنون نپذیرفتند. خبر داده که مسلمانان پکی غلی پاته دید. از سوی هم طالبان میگویند که نیروهای لوای سوم در ولایت ننگرهار با کمک سیلاب زدگان این ولایت شتافتند. طالبان میگویند که این افراد به مردم کمک کرده و در تصفیه خانه های آنان آنها را کمک کردند. مسئولان محلی ننگرهار میگویند که در پی سرازیر شدن سیلاب شماری از منازل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی در این ولایت تخریب شده است. همچنین شماری از متروانان در کابل از افزایش بهای تل شکایت دارند. آنان میگویند که بهای تل تاکنون 58 بود و در این روزها به 65 رسیده است. یک راننده کابلی از مقامات طالبان میخواهد تا به این موضوع رسیدگی نمایند. چند وقت پیش 58 و 59 روپا بود دیزل ما که موتر ما دیزلی است. آله با 65 روپا است پترول همچنان. در همین حال از ولایت کنر خبر می رسد که یک جوان به نام سلطان یک هلیکوپتر نظامی ساخته است و افزود است که این کار را با ابتکار شخصی خودش انجام داده و توان بهتر ساختن آن را نیز دارد. سلطان از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان خواهان کمک و تحقق رویاهایش شده است. و خبر اخیر هم این که منابع محلی میگویند که یک بزرگ قومی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. با گفته که منابع این بزرگ قومی روز پنجشنبه 22 آگوست در مقابل خانه‌اش در منطقه بانو جاناخل از مربوطات خیبر پختونخوای پاکستان کشته شده است. با گفته یه منابع این بزرگ قومی دکتر نور محمد نام داشت و از حامیان جنبش تحفظ پشتونها به شمار می رفت. پلیس پاکستان این رویداد را تایید کرده اما در مورد چگونگی این قتل جزئیات نداده است. دوستان گرامی، به پایان این بسته یه خبری رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سرویس های خبری بعدی در پناه حضرت حق باشید.